سلام موهبت بیکران خوش آمدی سلام موهبت بیکران خوش آمدی سلام مرحمت ناگهان خوش آمدی سلام آیتر از لحظه های جاری عمر سلام بهتر از آب روان خوش آمدی سلام بر تو بر سی سهر ستاره و نور سلام ماه پر از کهکشان خوش آمدی تو ای خلاصه باران بی امان حضور تو ای چکیده هفت آسمان خوش آمدی نسیم خوشخبر آمد از منارچ خوب و زید عطر تو بین ازان خوش آمدی بیا که باز نمک کنه با عشق کنار سفره خرما و نان خوش آمدی تو مهمان منی یا منم که مهمانت خوش آمدم به تو ای می زبان خوش آمدی جوانه ها همه چشم انتظار مهر تو ان به باغ خشک دل ای باغبان خوش آمدی برای من که پر از شرم ماه شعبانم بمان تو ای رمضان بمان خوش آمدی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بیننده های عزیز و گرامی سلام علیکم امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور و من بوده زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشه و تاعت عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبولی درگاه احدیت عرض تبریک و تهنیت دارم فرارسیدن سال نو شمسی سال نوی 1402 را خدمت همه شما خوبان و عزیزان امیدوارم سال را که پشت سر گذاشتید سال خوب را براتان بوده و پایان خوب را جشن گرفته باشید به سال نو سال پر از شادی و سرور و شادمانی و سال تحقق آرمان آرزوها و اهداف شما خوبان باشه و همینطور به فال نیک گرفته ارز تبریک دارم با هم بودن و یک جا آمدن سال نو و همینطور با ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما خوبان و عزیزان بیننده ماه رحمت و مغفرت و ماه مهمانی خدا امیدوارم که اگر کم و کسری را در ماه شعبان بوده با حلول ماه مبارک رمضان دیگه تمام شده باشه و خداوند بخشیده باشه و مورد <تصفح> لطف و رحمت و مرحمت خداوند متعال قرار گرفته باشیم با کمال امتنان و افتخار با برنامه با وقت بیداری روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت جناب استاد توکلی استاد دانشگاه و پژوهشگر با بیان آثار و برکات ماه مبارک رمضان جناب استاد سلام بر شما خیلی خوش آمدید و تعاطی باداتان قبول بشه انشالله. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی و خواهران و برادران عزیز حلول همزمان بهار طبیعت و ماه قرآن بهار عبودیت بهار زندگی و بهار معنویت رو خدمت همه شما و بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم امیدوارم که انشالله این تلاقی مبارک سبب ساز ای بشه که انشالله امسال سال فرج آقا و مولامون امام زمان واقع بشه و بتونیم از برکات و آثار ماه مبارک رمضان به نحو احسن استفاده کنیم انشالله انشالله سلامت باشین استاد ما هم خیلی خوشحال هستیم که در نخستین برنامه ای سال جدید در آغاز ماه مبارک رمضان و خدمت شما هستیم و انشالله که خیر و سلامتی بدرقه راه شما و خانواده محترم شما و همه خانواده ها باشه و رحمت و غفران واسعه الهی هم شامل و از عزیزان ما که سالهای قبل سر سفره افتار و سحری در کنار ما بودن ولی امسال دیگه دستشان از دنیا کوتاه هستند و انشاالله که مهمان و متنعیم سفره پر از مهر پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان باشه خیلی خوشحالم که در خدمتان هستیم استاد موضوعی بس آثار و برکات ماه مبارک رمضان هست ولی قبل از او با توجه به ای که ماه عبادت هست دیگه. فلسفه و آثار تربیتی عبادات استاد چی هست؟ بله. چرا ما باید عبادت بکنیم؟ خدا که نیاز به عبادت ما نداره اگر تکلیفی به عنوان چون این عبادت های به دوش ما نبود چه اتفاقی میفته؟ بله بله سوال بسیار خوب است این سوال خیلی پرسیده میشه مخصوصا توسط جوانهای عزیز و مخصوصا در فضای مجازی بسیار سوال بجا و مناسبی است لازم میدونم که مراجعه بکنیم به قرآن و از لسان قرآن جواب سؤال را داشته باشیم قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون میفرماید که خداوند میگه من جن و انسر خلق نکردم مگر برای عبادت البته اینجا خب سوال میشه که عبادت چی هست اکثر مفسرین در تفسیر همین آیه شریفه که در سوره وزاریات هست فکر میکنم گفتن که لیعبدون ای لیعرفون عبادت ازش تعبیر کردن به معرفت چون عبادت در تعبیر اندیشه اسلامی یعنی اطاعت مطلق از موجودی که کمال مطلق است بحش. خالق است علم بینهایت است زیبایی بینهایت است فیض بی نهایت است چون این موجودی که ما رو از نیستی به وجود آورده بحش. و هرچی داریم مرهون لطف و عنایت او هست باید عبادت بشه حکم عقل به ما میگه که شکر منعم واجب است کسی که به شما نعمتی میده حالا این شخص ممکنه پدر و مادر باشه ممکنه استاد باشه ممکنه پیامبر و ولی خدا باشه و ممکنه خود خداوند باشه که همه فیوزات از ناحیه اوست عقل به ما میگه هر چه دارید ببین از کی داری و عقل و نقل و فطرت و روح روان انسان و شهادت 124 هزار پیغمبر به ما میگه که هرچه هست و نیست در جهان ازان اوست اگر چون این هست باید از او شکر کنیم و بهترین شکر در عبادت خود خود متجلی میکنه عبادت اه. هم همان است که در سوره بقره فرمود سمئنا و قالو سمعنا و اطعنا غفران کرب ربنا و الیک المصیر از زبان پیامبران میگه میگه پیامبران گفتن که خدایا ما دعوت تو شنیدیم و اطاعت کردیم اطاعت طبعا. کردیم یعنی فرمان طور در زندگی جاری کردیم حالا ممکنه که پرسیده بشه که این عبادت آیا نسبت به افراد مختلف یکسان است یا متفاوت است قطعا جواب اینه آلیم. که عبادت نسبت به افراد مختلف به نسبت معرفت اونها متفاوت است عبادت پیامبر چون معرفت فراوانی داره عقل کل دست و کل العقل با عبادت شما متفاوت است عمیق‌تر است بله بله, بله. امیر المؤمنین فرمود ان نهازه القلوب او ایتون او آها قلب انسان یعنی روح انسان مثل ظرف است بهترین ظرف این است که وسیع باشد دعنی. به تعبیر حضرت علی ظرف وجودی پیغمبر متفاوت است لذا دریافت او از فیوزات الهی متفاوته معرفت او متفاوت است شناخت او متفاوت است و عبادت او هم اطاعت پذیری او از محضر خداوند متفاوت است یادمون نره اون حدیث معروفی که پیغمبر فرمود لو علم مافی ما فی قلب سلمان لقتله اگر ابازر میدانست که چه مراحلی از مراحل توحید در قلب سلمان هست شاید چون ایمان ابوزر به اندازه ایمان سلمان نیست فکر میکرد این مرحله از توحیدی که سلمان به او اعتقاد داره این و به خاطر مشرک بودن ممکن بود او بکشه چرا چون او مرتبه بالای از توحید و عبودیتی که سلمان داشت او مرتبه ابوذر با همه فضائل و بزرگواری که داشت درک نمیکرد بله لذا عبادت پیامبر رفتن به معراج هست عبادت پیامبر همین است که فرمود سبحان الذی اسرا به عبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله چرا لنوریه من آیاتنا پیغمبر رو بردیم به معراج تا آیات ما رو ببیند آیات این نشانه های وجود ما رو ببیند در کجا در اون جایی که فرمود ثم دنا فتدلا فکان قابقه حسین او ادنا به جایی رسید که دیگه جبرئیل هم نتونست بره جبریل اگر میرفت پروبالش میسوخت لذا عبادت پیامبر با عبادت اصحاب پیامبر با عبادت اولیا متفاوت هست حالا عبادت ما هم به اندازه ظرف وجودیمون متفاوت هست هر ده. کسی به اندازه ظرف وجود خودش از این دریای فیض الهی دریافت میکنه ممکن است که چرا این عبادت؟ بله. ممکنه شا... که بپرسین خب چرا ما عبادت میکنیم ده. جواب این هست ببینید ما در دنیا که زندگی میکنیم زندگی ما پر از مشکل و رنج و بحران هست ده. به اصطلاح ادهی از علمای علم معقول میگن دنیا دار تزاهمه حضرت علی علیه السلام در نامه سی و یک نهج البلاغه به امام حسن علیه السلام میفرماید دنیا دارون بالبلاء محفوفه دار خانه است که پیچیده شده با بلا پیشیده شده با گرفتاری و بحران و رنج این رنج های زندگی باید معنادار بشه ما دچار گرفتاری و مشکل میشیم از طرفی نیازهای زیادی داریم نیازهای ما برآورده نمیشه یک آرزوهای در ذهن خودمون داریم یک واقعیاتی در بیرون میبینیم میبینیم اون چی که در ذهن ماست با اون چی که در بیرون هست گاهی اوقات در تضاد و در تنافی است انسان ها به آرزوهاشون نمیرسن انسان ها دوچار ترس ها هستند دوچار نگرانی ها استرس ها هستند دوچاره بی معنایی زندگی ان گاهی اوقات زندگی برای اونها بی معنا میشه گاهی اوقات زندگی برای اونها پوچ میشه فلسفه زندگی رو فراموش میکنن راه رو گم میکنن در قوقاهای زندگی مسیر اصلی فراموش میکنن عبادت برای اینه که ما از این فضای پر قوقای پر مشکل مادی از این درگیری هایی که جسم ما درگیر او هست بیایم بیرون و متوجه بشیم که ماز بالا این بالا می رویم ماز دریا این دریا می رویم هدف اصلی ما عالم ملک و, ملک و ملکوت هست دقیقا گاهی اوقات ما مثل کودکی هستیم که یک بایسکل به با او دادن گفتن برو نان بخر مشغول بایسکل میشیم از نان خریدن فراموش میکنیم این اوقات لازم است یک تلنگر ما محتاج طبعتش. یک تلنگر هستیم از ناحیه پدر از ناحیه مربی که به ما بگه آقا هدف فراموش نکن و عبادت یکی از فلسفه هاش این بید. هست که حالا اگر فرصت باشه در مراحل بعدی باز خدمتتون عرض سلامت باشین پس از یک میان برنامه کوتا بیننده های عزیز گرامی سپاس از این که نگاه های گرمتان را به اولین بخش از برنامه وقتی بیداری هدیه کردید پس از این برنامه ای کوتا دوباره ما را همراهی کنید بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مثبت 964 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست هر سوال و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید می توانید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید ادامه برنامه به وقت بیداری را بیننده هستید در خدمت جناب توکلی هستم سلام مجدد خدمت شما سلام. بحث ما در این بود که چرا عبادات خب تا جای پاسخش ارائه شد و مشخصا فلسفه و آثار روزه گرفتن چی است یک از عبادات هست بله بله بحث قبلی ما بحث مفهومی بود الان داریم بحث مصداقی میکنیم به اصطلاح علما یعنی میخوایم یک مثال و یک نمونه عینی بیاریم از اینکه ببینیم عبادت چه تأثیر داره در زندگی ما در بحث قبلی ارز کردیم که یکی از فواید عبادت اینه که رنج زندگی ما رو معنادار میکنه انسان ها دوچار رنج هن دوچار گرفتاری و به گرفتار نیازهای جسم و روح هن. یک تمثیلی داره مولانا در مصنوی خیلی تمثیل قشنگیست میگه که مجنون قول و قرار داشت با لیلی که بره مثلا به لیلی رو ببینه خانه لیلی آن طرف صحرا بود خانه مجنون این طرف صحرا بود از طرفی داشت. مجنون ناقه ای داشت ناقه یعنی شطور ماده که این ناقه تازه بچه و متولد شده بود و خب مادر هم علاقه شدید و فراوانی به بچه داره درست مجنون سوار ناقه شد که بره و به ملاقات لیلی برسه تا چشم به هم میزد و غفلت میکرد میدید که ناقه برگشته سر جای اول خودش و پیش بچه خو مشغول خوردن خاربون هست خار بیابان به. و داره بچه خو تیمار میکنه چندین مرحله این مسئله اتفاق افتاد و تا غفلت میکرد مجنون غفلت میکرد میدید که ناقه برگشته سر جای اول و بعد ناراحت شد و تصمیم گرفت که از ناقه پیاده بشه با پای اوریان پای لخت این صحرا طی بکنه و برسه به لیلی اینجا در این تمثیل خب البته شعر است دیگه در شعر میدونید که ایهام وجود داره تشبیه وجود داره استعاره وجود داره کنایه وجود داره ظاهر الفاظ خیلی مهم نیست باطن الفاظ مهمه گاهی اوقات گاه تعبیر میشه به این که میگن آقا عالم آخرت لیلی وجود ماست یا میگن آقا ما مثل توتی هستیم که از هندوستان وجود خودمون بیرون شدیم الان آمدیم بهم. توی قفص دنیا بله. بله یا تاووسی بله. که از او هندوستان از او جنگل خوش و خورم آمدیم بیرون و در این دنیا الان گرفتار قفس دنیا هستیم بله. باید چه کنیم باید بین نیازهای جسم و روح هماهنگی ایجاد کنیم در این مثال ناقه ناقه جسم نیاز به چی داره بله احسن به. نماد نیازهای جسمانی است که خوردن و خوابیدن و ازدواج و ایناست و مجنون همون روح ماست که میخواد برسه به عالم بالا به عالم ملکوت و لذا مولانا میگه که جان کشیده سوی بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها و قبلش باز میگه میگه که جان زهجر عرش اندر فاقعی تن ز عشق خاربون چون ناقعی جان فهمت. کشیده سوی بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها دلی. فلسفه رنج بشر اینه از طرفی جسم تن داره ما میگه زمینیه دیگه ولی ولی. روح ما باید این تن زمینی میچسبه به زمین و به ماده دلی. دوست دارد که مشغول خوردن و خور و خواب و خشم و شهوت باشه و روح ما چون روح الهی هست و اذا هو و فیه من روحی فقعو له ساجدین از عالم بالاست این دوست داره که بره به عالم بالا و ملکوت بین اینها یک جنگ و درگیری است پیامبران آمدند تا این جنگ و نزاع تبدیل به صلح بکنن یک هماهنگی ایجاد بکنن در واقع ناگر رام مجنون بکنن در اختیار مجنون قرار بدن تا برسه به لیلی وجود خودش عبادت برای این است که ما شهوت خودمون رو کنترل بکنیم غضب خودمون رو کنترل بکنیم بله. هرس و طمع را کنترل بکنیم و به یک تعادل روحی روانی برسیم سوالتون این بود که فلسفه روزه چیه ببینید داشت. چه آیه زیبایی در قرآن آمده میفرمایید که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ای مؤمنین خطاب عنایت بکنند بینندگان عزیز نفرمود یا ایوه الناس میگه ای مؤمنین با, با لسان بسیار لطیفی مخاطب قرار میده مؤمنینه میگه واجب شده بر شما روزه همانطور که بر اقوام و ادیان قبل از شما واجب شد میدونید دیگه در دین یهود و دین مسیحیت هم روزه واجب بوده البته شکلش متفاوت بوده بعد فلسفه روز وجوب روزه, روزه میگه لعلکم تتقون شاید شما به تقوا برسید اگر شرایط روزه رعایت بکنید به تقوا میرسید مراد از تقوا در اینجا از این طرف استاد خطاب به مؤمنین هست از این طرف هم میگه که امکان داره که به تقوا برسید بله یعنی بله با که مؤمن هستی اگر روزه روز بله. را نداری هنوز نداری اگر شرایط روزه را رعایت نکنید ممکنه به تقوا نرسید به اون فلسفه بله بله باش. به اون فلسفه ای که روزه واجب شده به اون نرسید اون شرایط را اگر رعایت بکنید به تقوا میرسید تقوایی که در اینجا گفته شده ببینید اصلا تقوا یعنی خیشتن داری یعنی مواظبت خیشتن از افتادن در چاه ویل غضب و شهوت از افتادن در چاه ویل هرس و طمع انسان ها گرفتار احساسات و عواطفشون هستند احساسات منفی که گاهی اوقات مثل یک اسب چموش انسانت به توی سنگلاخ ها پرت میکنه و جوری پرت میکنه که صدای افتادن او گوش فلک کر میکنه یعنی اگر انسان اختیار خود بده دست غذب و شهوت دست روحیه دنیا تلبی انسان موجودی است که استعدادهای بینهایت داره در هر زمینه ای که بره تا بینهایت حرکت میکنه لذا حدیث داریم که فرمود کسی که دنبال شهوت میرود شهوت به انواع و اقسامش هست صرفا شهوت جنسی نیست ممکنه بله. ممکنش کسی شهوت قدرت داشته باشه شهوت ثروت داشته باشه کسی شهوت ناماوری داشته باشه انواع و اقسام شه... شهوت یعنی خواستنهای بینهایت ببینید انسان محصول دانسته ها و خواسته هاست یعنی اگر انسان بخوایم تعریف کنیم انسان مجموعه معلومات هست و آرزوها این معلومات ما و آرزوهای ما هست که هویت ما رو میسازه البته مجهولات ما هم در عمل ما تاثیر داره میخوام ارز کنم که این معلومات و این دانسته ها با هم کنشگری میکنن کنشگری اونها به این عنوان هست که اگر ما تحت تعلیم تربیت پیامبران و انبیای الهی و وحی قرار نگیریم شهوت و غضب کنترل نکنیم در همین دنیا مثل ما مثل او آدم تشنه میشه که تشنه بود و از آب دریا میخورد هرچی از آب دریا چون آب دریا شوره ده. هرچی که میخورد بر تشنگی او اضافه میشد تا مرد ایمتن حدیث و روایت هست لذا پیامبران و انبیای الهی کتب آسمانی آمدن تا از طریق عبادت ما بتونیم ارادهی خرقوی بکنیم من خیلی کوتاه ارز کنم چون میدونم این قسمت از برنامه وقت زیادی نمونده ببینید علمای اخلاق میگن انسان مجموعه میل هست اراده هست و احساسات و عواطف بله. یعنی ما یک اراده داریم یک میل داریم یک احساسات و عواطف داریم اراده ما تحت تأثیر میل ماست میل ما تحت تأثیر اراده ماست و هر دوتا تأثیر متقابل میگذارند بر احساسات و عواطف ما فاعده فا عبادت و از جمله روزه اینه که اراده رو تقویت میکنه شما وقتی که گرسنه هستید غذا نمیخورید تشنه هستید آب نمینوشید یا نیاز جنسی دارید به سمت نیا... برآوردن نیاز جنسی نمیرید خودتون رو کنترل میکنید اراده شما قوی میشه وقتی اراده قوی شد مثل یک سواری هستید که کنترل ای اسب در اختیار شماست نه اینکه نه اینکه کنترل شما در اختیار اسب باشه و لذا می توانید به او اهداف اصلی که خدا تعیین ب... تعیین کرده که او چی هست او کمال وجودی انسان هست به او برسید لذا این نکته مرز کنم به, به عظم تمام فرمود و, و به صبر و صلات قرآن میگه ای مردم در بحران های زندگی توی مشکلات از صبر و از نماز کمک بگیرید که حالا در قسمت بعدی برنامه خواهیم گفت که منظور از صبر در اینجا چی هست و منظور از نماز بسیار چی هست؟ عالی لطف کردن استاد کیف میکنه آدم امروزی که بسیار عالی و زیبا ولی خب برنامه روالش بر همه که هر پاراگراف خلاصه سر زمان خودش تمام شه سلامت باشین بیننده های عزیز گرامی سپاس از همراهیتان پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما در خدمت شما هستیم و برگردید و ادامه ای برنامه بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید دو. و یک سلام عرض بکنم خدمت وید از عزیزایی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن آرزوی سلامتی و تاعت و قبولی تاعت و عبادات شما خوبان و عزیزان را داریم و سفاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی میکنید ادامه برنامه و وقت بیداری با موضوع آثار و برکات ماه مبارک رمضان را بیننده هستید استاد سلام دوباره خدمت شما سلام علیکم فرمودید که آیه قرآن میگه که از صبر و از نماز کمک بگیرید منظور آیه قرآن چی هست چی چی کمک بگیره؟ اکثر مفسرین صبر ای آیر به قرینه روایات و احادیث متعددی که آمده گفتن مقصود از صبر در اینجا روز است ببینید چون روز یک عبادتی است که همراه با صبره اگر در روز گرفتن صبر و صبوری نباشه اصلا روز گرفتن در واقع محقق نمیشه و ما برید که آی شریفه به اصطلاح معنی بکنم از شما اجازه میخوام که اینجا بس. یک مقدمه ای بگم و بعد برسیم به تفسیر آیه ببینید جناب آقای حسینی عزیز انسان ها همه عقل دارن همه در مرحله تئوری میفهمن که باید چه کنن و چه کاری نباید بکنن اما به. بسیاری از آدمها گرفتار امیال شهوات و غضب میشن و از اون مسیر اصلی زندگی خارج میشن همون آدمی هم که محکوم به اعدام شده محکوم به حبس ابد شده اگر از او سوال بکنین او میفهمه که خوبی چی هست و بدی چی هست اما نتونسته قرائز خور کنترل بکنه به. شهوت خور غضب خور نتونسته کنترل بکنه به تعدیل قرائز نرسید بله. به اصطلاح علمای علم اخلاق راهی که باید رو فراموش بله. کرده بله, بله, بله اما فراموش که نه اینکه فراموش کرده یعنی ببینید تحت تاثیر هیجانات قرار گرفته بله. تحت تاثیر در واقع انگیزش های منفی در زندگی خودش قرار گرفته و نتونسته به فرمان عقل عمل بکنه لذا از مسیر خارج شده عبادت یکی از فوایدش اینه که اراده قوی میکنه وقتی اراده قوی شد در واقع نیروهای وجودی انسان تحت مدیریت و سیطره عقل قرار میگیره و وقتی تحت مدیریت و سیطره عقل قرار گرفت انسان به سعادت میرسه لذا که ببینید قرآن میگه استعین و به صبر و صلات در مشکلات در گرفتاری ها در بحران ها از روزه کمک بگیرید شما وقتی روزه میگیرید علاوه بر اجر و قرب معنوی و اخروی که داره بله. شمار شما رو انسان های دارای اعتماد به نفس دارای روح بزرگ و دارای اراده قوی میکنه شما میتونید در زندگی دنیاوی خودتون هم موفق بشید قرآن میگه من کان فی حاضهی اعما فهو فی الاخرت اعما هر کس در این دنیا کوره در آخرت هم کوره یعنی چی؟ یعنی نست. کسی که در این دنیا آرامش نداره در آخرت هم آرامش نداره کسی که در این دنیا احساس امنیت نمیکنه در آخرت هم احساس امنیت نمیکنه در مورد اهل جهنم می‌فرماید ان ذالک لحق کن تخاصم و اهل نار میگه اهل جهنم خصوصیتشون اینه که دائما در حال تخاصم و درگیری و در حال جنگ و نزاعن این درگیری اولا در درون ماست و بعد در بیرون متجلی میشه کسی که با خودش ببینید عقل او با احساسات او درگیره عقل او با هیجانات منفی او درگیره اراده قوی نداره نمیتونه خود کنترل بکنه لذا میفته عرض کردم در بیغوله ها در ناکجا آباد و گفت که ترسم که به کعبه نرسی اعرابی این ره که تو میروی به ترکستان است کعبه وجود مهد. فراموش میکنه و میره به سمت ترکستان وجود یک شعر زیبایی یک شاعر عرب گفته به من گاهی اوقات یه شعر سر کلاس دانشگاه میخونم و گاهی اوقات حتی با خودم میخونم بسیار زیباست و مناسب هست که بینندگان عزیز ما هم بشنون این شعره میگه لا تحسب المجد تمرن انت آکلوهو لن تبلغ المجد حتی تلعق میگه فکر نکن که بزرگی و عظمت رسیدن اه. به مقامات بلند یک دانه خورماست که به تو بدن به بخوری یا یک قرص و گولی هست که بدن و بخوری و بعد آدم بزرگ بشی یک دانشمند بشی یک رهبر بشی ده. یک وزیر و وکیل بشی هرگز به بزرگی نمیرسی مگر این که تلخی را بچشی بینه. و بلیسی که بر جای بزرگان نتوان زد به تا که اسباب بزرگی همه آماده کنی. هم نکنی احسن ببینید در لغت صبر تعبیر کردن شما لغت نامه نگاه کنید نوشته از صبر و نبتون مرون صبر یک گیاه تلخی است در صحرا چرا عرب به صبر میگه صبر چون وقتی که شما صبر میکنید بر او در واقع امیال منفی وجودی در بر خلاف شهوت بر خلاف غضب برخلاف خلاف هیجانات منفی خودتون عمل میکنید و افسار ای است در دست شماست و این کار نه. کار سختی است این کار باعث میشه که کام انسان تلخ بشه اما قرائز تعدیل بشه وقتی غریزه تعدیل شد عقل حاکم بر شهوت میشه عقل حاکم بر غضب میشه و انسان به نتیجه میرسه بعد در ادامه شعر میگه ان نفسو که طفل ان تحمله شب به علا حب رضا و ان تفتم و میگه نفس انسان مثل کودک کودک شیرخار کودک شیرخار ببینین این وقتی که دو ساله میشه مادرها چیکار میکنن مادرها میگیرن سر پستان خور با یک چیز تلخ در واقع آلوده میکنن یه بچه وقتی میخوره احساس تلخکامی بکنه دیگه از خوردن شیر متنفر بشه و شیر نخوره و غذا بخوره چون دیگه دوره شیر خوردن به... او تمام, تمام شده. شده میگه اگر به همین کودک شما در واقع اون داروی تلخ ندی و به ای اجازه بدی که این شیر بخوره ای جوان برومند 25 ساله خواهد شد در حالی که علاقه دارد که همچنان شیر مادر بخورد یعنی اگر او عادت بدید به خوشگذرانی عادت بدید به تنپروری بهم. عادت بدهید به این به شهوترانی و اطاعت از غضب این انسان موجودی میشه که به دست خودش وسیله بدبختی خود خور فراهم میکنه فایده بعدی روزه بست عدالت اجتماعی است ببینید در روایت هم داریم که خداوند روزه قرار داد برای اینکه ثروتمندان بفهمند که فقرا بینوایان و محرومین در زندگی چه میکشن تا انسان در واقع تجربه نکنه یک مرحله ایر صرف دانستن تئوریک هیچ فایده نداره بحلی. ببینید در کمیق نمیرسه بله مثلا عربی میگه من یزق لم یدره هر کس نچشد نداند شما اگه صد جلد کتاب درباره اصل بخوانید فایده نداره ولی یک بار که اصل میخورید میفهمید که این اصل خوشمزه است بهم. سم و خدای نکرده زهرمار همین طور هست لذا انسان باید چیزی بچشه تا انسان ثروتمند تا انسان دارا و اهل مکند فقر، بیچارگی، گرسنگی و تشنگی و محرومیت نچشه نمیدونه که طبقات محروم در جامعه چی میکشن لذاست که باعث میشود که در ماه رمضان یک عدالت اجتماعی برقرار بشه یعنی چی؟ یعنی اینکه ف... سروتمندان به فکر فقرا باشن اونایی که دارن دستشون به دهانشون میرسه به فکر طبقات محروم باشن اگر این اختلاف طبقاتی در جامعه روز به روز گسترش پیدا بکنه جامعه یک جامعه در واقع میشه که قطبی میشه در این جامعه بزهکاری در این جامعه فساد اخلاقی بحران جنگ نزاع و درگیری فراوان میشه ده. لذاست که روز واجب شده برای اینکه ما بدانیم که قسمتی از مال ما به این قرآن میگه و فی اموالهم حق لسائل و مؤمنین کسانی که میگن آقا این قسمتی از مال ما مال محرومین هست نه اینکه ما به اونها عنایت میکنیم لطف میکنیم هدیه میکنیم و منتی بر اونها داریم نه حق اونهاست در مال ما امانتی است در دست ما به این در واقع امانت ادا میکنن به اهل خیلی وقت در خدمت شما هست. اگر اینجوری هست اگر اجازه بدید من یک دو سه نکته دیگه در این زمینه عرض بکنم اثر اخلاقی خواهش میکنم اثر اخلاقی روزه ببینید علمای علم اخلاق میگن آقا متخلق شدن به اخلاق الهی چون حدیث داریم تخلقو به اخلاق الله دو مرحله داره مرحله اول تخلیه است شما ببینید وقتی میخواید داخل یک ظرف غذایی ظرف یه يا غذای خوشمزه بریزید خانم های خانه‌دار میفهمن اگر روز ظرف کثیف باشه اول باید ظرف بشورند یعنی اول باید این ظرف خالی بشه از این کسافات و آلودگی ها و بعد مزین بشه به یک غذای زیبا یا یک به چیزی, دیگه چیزی, دارد چیزی دارد که خوردنی هست یا گل یا هر چیز دیگه مرحله اول تخلیه است روزه باعث میشه ما از رضایل اخلاقی تخلیه بشیم روزه باعث میشود که ما در واقع مزین بشیم به زیبایی های اخلاقی لذاست که مولانا میگه اندرون از تعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی خیلی وقتا ما فکر میکنیم خیلی چیزها رو باید داشته باشیم نه عرفان ما به ما میگه آخ، خیلی چیزها نباید داشته باشی باید جلو هوس خور بگیریم ببینید لذا مولانا وقتی میگه که میگه باز خر ما را از این نفس پلید کاردش تا استخانه ما رسید این اشاره میکنه به همون حدیث شریفی که فرمود اعدا عدو و که نفس کلتی بین جنبیک گاه اوقات زیاده خواهی های انسان باعث میشه که وجود انسان آلوده بشه بسیار. و این روزه باعث در واقع زیبایی وجود ما خیلی میشه خیلی ممنون نکته آخرم اینه که پیغمبر فرمود از سوم و نتون من مننا روزه انسان از آتش جهنم نگه میداره امیدواریم که خداوند به همه میشه. ما توفیق بده که بتونیم روزه دار واقعی باشیم ممنون از حضورتان خیر و سلامتی بدر خیر راهتان باشه و ما را هم در دعاهای انگام افتارتان فراموش نکنین و من بیننده های عزیز و گرامی محمد. را من با سرده های همه شرط بستم بیت بدون نام شما ماندگار نیست سین سلام سفره تحویل سال نو معنای این قصیده مگر انتظار نیست روز ظهور میکنی و میرسد بهار اما به ماه و سال و زمان اعتبار نیست بیننده های عزیز گرامی سپاس از این که تا این دم با ما همراه بودید این بود برنامه امشب وقت بیداریک تقدیم حضور گرم شما خوبان کرده تا برنامه ای همه تان و الله پاک به هم تا میسپارم ایام به تان وقت خوش خدا نگهدار